کدوم اون داستانش پسرا که دختر میان دیشب شو کردم یکی دروغه وای انقدر من از اون رفیقا داشتم فیلم سوپر بی دی اس ام تعریف میکرد من با دختر آشنا بودم میدونستم اصلا بوسم نکرده سوپری تعریف می... آره دیگه اونم که دیگه انقدر این پسرا بعدم میومد اکثر پسرها خب پسرا اینو میگفتن بی دوست داره نمیاد به تو بگه که من بی دی دوست دارم شاید کرده واقعا یه سری هم این داستان خیلی عجیب میشه چون سیبیله میاد میگه کردم خب رو حساب این که تو که هیچ وقت نمیری این اینفورمیشن رو کانفرم کنی با دختره که آیا فلانی باهات خوابیده ولی در مقابل این سیبیلا که این ادعا رو میکنن یه سیبیلای سمی هم هستن که اینو چک میکنن میرن به دختره میگن فلانی میگه کرده تو رو این کلمه هم خیلی زشته میگه با تو سکس داشته درسته ما این سیبیلام داشتیم به اینا میگه انتی سیبیل سیبیلایی که ضد سیبیل یعنی سیبیله کلیپی رو بازی میکنه اینا فکت چکش میکنن بعد دختره چی میگه در این حالت دو حالت بیشتر نره اگه نکرده باشن از کجا میفهمی چون دختره با تو ممکنه دروغ بگه تو هر لحظه چجوری میفهمی واقعیه اگه دختره قاطی کنه چرا گفتم چه چیه آره کرده کرده اگه قاطی نکنه نکرده بعدم بگه بعدا حسابشو میرسم نکرده ولی اگه اونجا قاطی کنه به خصوص اگه فیک قاطی کنه حتما زدم موافقم من حالا از اون برعکس ها من دفعه مکسیک بودیم با سه دوستام هفتش تا پسر یه خونه بزرگ گرفته بودیم بعد من من یه پسر اتاق شیر میکردیم اکثر بچه اتاقشون شرم اکثر روات میکردن اکثر که شیر میکردن تختشون مثلا کینگ بود یعنی بعد پیش هم میخوابیدن من ت... همه با... سیویل بودن تو مکسیک سیبیل... نه نه داستانش اینه که یکی ای از دوستان برنامه گذاره برنامه گذاشت بریم مکسیک با خودش مثلا 100 نفر 200 نفر از ونکوور برد مکزیک خب تو هم یکیش بودی نه من جز برنامه گذارا رفتیم توی خونه اصلی بعد یه هتل تخمی گرفته بود بس اون 300 نفر خب پس همه سیویل شدن ما فقط نه نفر بودیم دیگه از اون اون هم آدم نه سیبیل نه تا سیبیل اونجا بودن بعد هر شب میرفتیم تو هتل مثلا هر دو خری میخواستیم میبردیم خونه نامرد فوتبال هم یه کمک داور بانوی چیزی هستش نه دوشیم. هر شب دختر میبردیم یعنی پشت هر شب دختر بود نه نفره نه سیبیل یه دختر می نه دختر زیاد می مثلا 15 تا تا می خب خاطره چیه بعد من یه دختره شب اومد پیشم و شب پیش من خوابید یعنی با هم برنامه داشتیم تمام روز با هم بودیم و کلاب شب بود پیش من خوابید بعد تخت منم یه نفره بود یه بانوی مکزیکی نه سفید ولی از ونکوور اومده بود همه جا جانب. میرن مکزیک برای لواط درسته همه جای دنیا مثلا مکزیک دیگه آزاده درسته یعنی تو دختر رو ببینی میگه من و تو با هم بریم امشب من از اینو چیز بهم گفت یه نفر که فلان زنا رو با وجینشون تمیز میکنه فلان رو تمیز میکنه یعنی همون رفه تیرگی نه مو میکنه چی آها برزیلی وکس آره وکس میکنه خب تو با اون آقاه نه آقا... امیدوارم خانوم باشه دیگه. اون خانومه اون میگفف... آقاه کارشی نباشه از صبح <تصفح> 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 نه اون خانومه میگفت آقا خیلی از آدما میان اینجا میگن داری میری مکزیک تمیز کن یعنی برای مکزیک تمیز آها، کن چون خون میدونه که سکس آره دیگه هیچی بدتر از این نیستش که یه پارتنری اوکی میشه یا پشم زیاده یا پیاز خوردی این آخو. دوتا نشده حالا اگه پشم زیاد باشه و پیازم خورده باشه دیگه خود ها <laughs> ولی قبول داری پشم خیلی بده به خود دخته سی که تخمشون زیاد قبول اتفاقا تخمشون زیاد پشت داره خیلی بیاد شدی سجج خب اون دختری اره. که تو دیدی به درو گفتن <laughs> این <laughs> چرا دختر نبود میگم تخمشون پش داره آه آره تخم بزنین لطفا بزنین این بلند نکن خیلی کثیف این برنامه ببندین ام... حالا داشت اینه بدون گفتم دختره بعد راجعه پشمای بشت... تخ صحبت نکرده بودی یه <تصفح> داستان مثل پشمای تخ برای میگم الان پشمات بریزه اوه oh, اوه oh, <تصفح> چی شد داستان تخ میشد ولی باید بگم آقا خب دختر بغل ما خوابید صبح هم بلند شدیم رفتیم بیرون هر پسری خند دوشه من گفتن آقا دمت گرم عجب دختری زدی من کاری نکردم ولی زده بودی نه ولی واقعا من راستشو میگم مثل همون آقایی که میگو بر... بر... بریم بخوابیم ولی فقط میخوابیم آره اون دختر راجع به میگه این اسکول ما باید تو تو بعد خابید. دختر اومد تلاش کرد که یه کاری بکنه تو گفتی نه نه ببین اومد بعد اومد خوابید من دست اون کردم تو لباسش اینجوری ممشو گرفتم چی نگاه گفتم پاتم بذار لای زانو گفت اوکی بعد چرا راحت دیگه خوابیدی یه همون خوابیدم صبح بیدار شدم خیلی بده که این آره خب حالا کردی تو هم دیگه خوابیدید آره چون تخت کوچیک بود جهان هم مجبور بودیم قفل کنیم چون تخت یه نفره حالا... دول میخوری یا پلو